موسیقی با بدن شما این کار رو میکنه. شما رو نمیدونم، ولی زندگی من بدون موسیقی هیچ معنایی نداره. ناراحتم؟ یه موزیک گوش بدم ببینم چی میشه. خوشحالم؟ موزیک پلی کنم انرژیم تخلیه شه. میخوام تمرکز کنم؟ چی بهتر از یه پلیلیست خوب؟ حتی همین الانم که این ویدیو در حال آماده سازیه دارم موزیک گوش میدم. من یکی که اگه موسیقی وجود نداشت قطعا نمیتونستم زندگی رو ادامه بدم. ولی این موسیقی چیه و با بدن ما چی کار میکنه؟ امروز میخوام جواب این سوال رو با هاتون به اشتراک بذارم. پس بعد از اینکه چنل رو ساب کردی و زنگوله رو فعال کردی با من توی تکسان همراه شو تا ببینیم موسیقی بدن ما رو چجوری جادو میکنه. بر اساس یه سری تحقیقاتی که تازگی انجام شده، گوش دادن به موسیقی باعث بهبود سلامت ذهنی میشه و همچنین به طرز عجیبی روی سلامت جسم هم تأثیر داره و باعث تقویت اون میشه. مغز انسان عملکرد فوق‌العاده پیچیده‌ای داره که در اغلب موارد حتی خود ما هم نمیتونیم درکش کنیم. محققان بعد از بررسی تحقیقات وسیع و فراوون تونستن تأثیر عمیق موسیقی روی عملکرد این عضو حیاتی که بدن انسان رو کشف کنن. نتایج تحقیقات نشون داده که وقتی داریم به یه موسیقی گوش میکنیم، به خاطر آزاد شدن هورمون دوپامین از مغز توی سر تا سر بدنمون لرزه‌ای رو حس میکنیم که دقیقاً توی اوج آهنگ اتفاق میفته. حالا دوپامین چیه؟ دوپامین هورمونیه که در مواقعی که احساس سرخوشی و لذت داریم توی بدنمون ترشح میشه و ارتباط کاملا مستقیمی با جنب و جوش و هیجان‌های ما داره. باید اینو بدونین که تمامی بخشای مغز ما همیشه فعال نیستن، ولی یه سری فعالیت‌ها هستن که باعث میشن تمام بخشای مغز فعال بشن و گوش دادن به موسیقی هم یکی از این فعالیت‌هاست. نتایج یک تصویر برداری مغز در حین گوش دادن به موسیقی حاکی از این بود که شنیدن موسیقی مناطق شنیداری و همچنین حجمی عظیم از شبکه‌های عصبی در مغز رو فعال می‌کنه. پژوهشگران چنین اعتقادی دارن که گوش دادن به موسیقی می‌تونه باعث فعال شدن مناطق احساسی، محرکی و خلاقیت در مغز بشه. یه چیز باحال راجع به گوش دادن به موزیک موقع ورزش کردن وجود داره و اونم اینه که گوش دادن به موسیقی موقع انجام هر مدل ورزشی یه ضرورته، نه یه چیز اضافی و فانتزی. اینجوری بگم که موسیقی یه داروی قانونی و مجاز برای دوپینگ توی ورزشه، چون میتونه حالت ذهن و بدن رو تغییر بده، حواس رو از درد و خستگی پرت کنه، استقامت رو بالا ببره و حتی عملکرد متابولیسمی رو هم افزایش بده. موزیکی که گوش میدین علاوه بر مغزتون روی قلب شما هم تأثیر میذاره. ضربان قلب شما متناسب با موسیقی که بهش گوش میدین تغییر میکنه. من خودم بارها برام پیش اومده که بعد از گوش دادن به موزیک های متال یا راک متوجه بشم که ضربان قلبم بیشتر شده. یا مواقعی که موزیک بی کلام و ملایم گوش میدم تنفس و ضربان قلبم خیلی آروم میشن. خلاصه این که هر وقت حالتون بد بود و احساس تپش قلب و اینا داشتین یه موزیک ملایم پخش کنید که از هزار تا دارو بهتر عمل میکنه، چون گوش دادن به آهنگی که ازش لذت میبرین سطح هورمون کورتیزول رو کاهش میده و در نتیجه این اتفاق سطح استرس توی بدن به شدت پایین میاد. خب تا الان فهمیدیم که موسیقی توی درمان فشار خون و استرس تأثیر مثبت داره، ولی داستان به همین جا ختم نمیشه. نمیتونی بخوابی؟ درمون دردت موسیقی کلاسیکه. تحقیقات نشون میدن که افرادی که 45 دقیقه قبل از خواب موسیقی کلاسیک آرام بخش گوش میدن به صورت قابل ملاحظه‌ای بهتر از افراد عادی میخوابن. پس گوش دادن به قطعاتی از باخ یا موزارت قبل خواب فراموش نشه. از اونجایی که یکی از دغدغه‌های اکثر مردم این روزا اضافه وزن و چاقی و رژیم و ایناست،
خواستم اینا هم بهتون بگم که موسیقی کمک میکنه تا کمتر بخوریم. استفاده از نور ملایم و صدای موسیقی آرامش بخش موقع غذا خوردن باعث میشه تا شما غذای کمتری استفاده کنید و لذت بیشتری هم از غذا ببرین. موسیقی ملایم باعث میشه آرومتر غذا بخورین و به خاطر اینکه مغز تقریباً 20 دقیقه برای اعلام دریافت غذا زمان نیاز داره، در نهایت شما غذای کمتری رو وارد معدتون میکنین. پس اگه دنبال کاهش اشتها و کاهش وزن هستی، دفعه بعدی که برای صرف غذا سر میز نشستی، کم کردن نور محیط و گوش دادن به موسیقی ملایم یادت نره. یکی از تیک کلامای من اینه که موسیقی بر هر درد بیدرمان دواست و مثل اینکه راست میگفتم. شماها بیشتر تو چه موقعیت هایی موزیک گوش میدین؟ خواننده یا گروه مورد علاقتون کیه؟ موزیک مورد علاقتون چیه؟ برامون کامنت بذار که میخوام زیر این ویدیو یه لیست از موزیک های خفن ببینم. تا ویدیوی بعدی لایک و اشتراک گذاری یادت نره.